گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی از روشنگری مقاومت ایران درباره پنهانکاری اتمی دیکتاتوری آخوندی. تلویزیون LCI فرانسه: مقاومت ایران از بازرسان می‌خواهد از مرکز اتمی بازدید کنند. En Iran, voici la première photo de l'architecte du responsable présumé du nucléaire militaire iranien. C'est en tout cas. تلویزیون LCI فرانسه، 10 اکتبر، اخبار جهان. در ایران این اولین عکس معمار و مسئول مفروض برنامه اتمی رژیم ایران است. مجاهدین خلق میگویند برای اولین بار وجود برنامه اتمی رژیم ایران را فاش کرده بودند. محسن فخریزاده 55 ساله یکی از افسران سپاه پاسداران است. او به طور رسمی معاون وزیر دفاع است. او در دوران احمدی نژاد نیز همین سمت را داشت و با آمدن روحانی نیز منصب خود را حفظ کرده است. نام او در لیست مجازات‌های غربی‌ها علیه رژیم ایران قرار دارد. سازمان انرژی اتمی خواهان ملاقات با اوست. اما مقامات رژیم ایران همیشه این درخواست را رد کردند. مجاهدین خلق از بازرسان خواستند به مرکزی به نام مژده در حومه تهران بروند. روی این عکس ساختمان‌هایی که مرکز تحقیقات اتمی نظامی در آن قرار دارند دیده می‌شوند. در چپ ساختمان قدیمی و در راست ساختمان جدید است. En Iran, voici la première photo de l'architecte du responsable présumé du nucléaire militaire iranien. C'est en tout cas ce qu'affirment les opposants des Moudjahidines du peuple, les premiers à avoir révélé l'existence du programme nucléaire iranien. Mohsen Farizadeh, 55 ans, est un général des Pasdaran, les gardiens de la révolution. Officiellement, il est vice-ministre de la Défense. Il était déjà en poste sous Ahmadinejad et il a survécu à l'arrivée de Rouhani. Il est sur la liste des sanctions occidentales contre l'Iran. L'AIEA veut le rencontrer, mais les Iraniens ont toujours refusé. Les Moudjahidines du peuple demandent également aux inspecteurs de se rendre ici, à Mojdeh, dans la banlieue de Téhéran. Sur cette photo, les bâtiments qui abritent le centre de recherche sur le nucléaire militaire. À gauche, l'ancien bâtiment. À droite, le nouveau. Téhéran dément en bloc. Les négociations sur le nucléaire doivent reprendre à Genève la semaine prochaine. الجزیره: افشاگری اپوزیسیون ایران در آستانه از سرگیری مذاکرات اتمی، مذاکراتی که از 8 سال پیش هیچ پیشرفتی نداشته است. اپوزیسیون اعلام کرد رژیم ایران مرکز اصلی تحقیقات نظامی برای تولید تسلیحات اتمی را برای فریب جامعه جهانی به یک مکان جدیدی جابجا می کند. این در حالی است که مدت کمی و سرگیری مذاکرات اتمی بین رژیم ایران و نیروهای بین المللی باقی مانده است. شورای ملی مقاومت ایران گفت اطلاعات خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرده است و لیستی از اسامی 100 محقق، مهندس و کارشناس را که آزمایش‌هایی روی مواد رادیواکتیو انجام می‌دهند به این آژانس داده است. حسن روحانی رئیس جمهور جدید رژیم ایران ابراز امیدواری کرد در مورد برنامه اتمی به توافق برسد. این در حالی است که مذاکرات از 8 سال پیش هیچ پیشرفتی نداشته است. دیلی استار، چاپ بیروت: مخالفان ایرانی گفتند رژیم تهران سایت تحقیقات اتمی را جابجا کرده است. اپوزیسیون ایران گفت اطلاعاتی در مورد یک مرکز تحقیقات تسلیحات اتمی در تهران را در اختیار دارد که حکومت برای اجتناب از شناسایی آن در آستانه مذاکره با قدرت‌های جهانی در حال جابجایی آن بوده است. شورای ملی مقاومت ایران در سال 2002 تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم رژیم ایران را در نطنز و تأسیسات آب سنگین در عراق را افشا کرد. این جدیدترین افشاگری شورای ملی مقاومت است که تنها چند روز مانده به مذاکرات رژیم ایران با 6 قدرت جهان در ژنو صورت می‌گیرد. شورای ملی مقاومت ایران که در پاریس مستقر است،
با اشاره به اطلاعاتی از منابع موجود در داخل ایران گفت یک مرکز تحقیقات و طراحی تسلیحات اتمی به نام سپند به یک سایت بزرگ و امن در یکی از مجتمع‌های وزارت دفاع در تهران در حال جابجایی بود. رویتر: طراحی رژیم ایران برای جابجایی سایت اتمی برای خلاص شدن از بازرسی‌ها. خبرگزاری رویتر در سومین گزارشی که درباره کنفرانس افشاگرانه مقاومت ایران از پاریس مخابره کرد نوشت سایت سپند مرکز تحقیقات و طراحی تسلیحات اتمی رژیم ایران. در سال 2011 در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اطلاعات مهمی را در بر داشت اشاره به تحقیقاتی داشت که در ارتباط با ابعاد تسلیحاتی اتمی رژیم ایران صورت گرفته است. سند آژانس اتمی گفته بود این اطلاعات به وجود یک برنامه تسلیحاتی هماهنگ اشاره دارد که در 2003 متوقف شده بود و این در زمانی بود که رژیم ایران تحت فشار شدید غرب قرار گرفته بود. در این گزارش قید شده بود برخی فعالیت‌ها در این سایت ممکن است از سر گرفته شده باشد. شورای ملی مقاومت ایران گفت چنین تحقیقی در سایر سایت‌ها از جمله در سپند ادامه یافته است. در گزارش شورای ملی مقاومت ایران آمده است که انتشار گزارش آژانس اتمی در سال 2011 رژیم تهران را بران داشت تا طراحی برای انتقال فعالیت‌هایش به یک سایت جدید را شروع کند تا از بازرسی‌ها خلاصی یابد. شورای ملی مقاومت ایران که به دنبال پایان دادن به حکومت دینی در ایران است گفت سپند مرکز تحقیقات و طراحی اتمی طی یک سال و نیم گذشته فعالیت خود را تحت مسئولیت محسن فخریزاده گسترش داده است. فخریزاده در گزارش آژانس به عنوان یک شخص کلیدی در برنامه مظنون به بعد تسلیحاتی شناخته شده بود و او مورد تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. رسانه‌های رژیم ایران به ندرت اشاره‌ای به فخریزاده می‌کنند. کارشناسان غربی اتمی گفتند او احتمالاً تحت کنترل امنیتی شدیدی قرار دارد تا او را خارج از دسترس بازرسان سازمان ملل نگه دارند. مهدی ابریشمچی در این کنفرانس مطبوعاتی گفت رابطه میان این نقل و انتقال و تاریخ گفتگوهای ژنو وجود دارد، زیرا رژیم نیاز داشت تا از خطر بازدید بازرسان آژانس اتمی اجتناب کند. خبرگزاری فرانسه: جابجایی مرکز اتمی برای فریب جامعه جهانی. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که روی وایر انگلیسی خود مخابره کرد نوشت اپوزیسیون میگوید رژیم ایران مرکز اتمی را جابجا میکند تا جهان را فریب دهد. به گفته این گروه اپوزیسیون که در گذشته افشاگری های قابل توجهی درباره برنامه اتمی رژیم ایران انجام داده است، عمده فعالیت های این مرکز به یکی از اماکن وزارت دفاع در شرق تهران منتقل شده است. مهدی ابریشمچی از مسئولان کمیسیون های شورای ملی مقاومت در کنفرانس مطبوعاتی در پاریس گفت انتقال از ابتدای سپتامبر آغاز شده است و هنوز تمام نشده، اما عمده انتقال انجام شده است. رادیو فرانسه نیز به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد مقاومت ایران در جریان یک نشست مطبوعاتی در پاریس اعلام کرد یک مرکز تحقیقات و طراحی سلاح‌های اتمی در تهران به مجموعه‌ای متعلق به وزارت دفاع منتقل شد. هدف از این جابجایی جلوگیری از پیدا شدن رد این مرکز قبل از انجام نشست آتی در ژنو عنوان شده است. رادیو آلمان نیز به نقل از رویتر گزارش داد شورای ملی مقاومت ایران در یک نشست خبری در پاریس اعلام کرد جمهوری اسلامی مشغول انتقال یک مرکز تحقیقاتی و طراحی سلاح هسته‌ای در تهران به مکان امنی در ساختمان وزارت دفاع است و هدف از انتقال آن جلوگیری از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این تأسیسات است.